درباره تب اینسرت سه تا بخش اصلی داره، بخش لینک و ایمپورت که یه تفاوتی بین این دوتا مدل هستش که با مثال عرض میکنم خدمتتون، و بخش سوم به صورت لایبرری. من یه مثال اینجا آماده کردم، مثلا یه فایل سازه ریتنینگ وال یه دیوار برشی کشیدم و اینو گروپش کردم به این صورت. مثلا توی تب استراکچر یه دیوار سازه انتخاب کردم ارتفاع. به این شکل من اینا رو انتخاب کردم و این گروپ رو زدم و یه اسم براش تعیین کردم که اسم این گروپ ریتنینگ وال هستش. حالا من میخوام اینو بفرستم توی فایلی که باز هست، حالا یه فایل دیگه که مورد نیاز هست که از این ریتنینگ وال استفاده کنم. این گروپ میتونه هر عنصری باشه. حالا مثلا من یه دیوار برشی ترسیم کردم اینجا. فایل معماری باز میکنم. تو این تب لود از گروپ انتخاب میکنم و آدرسی که فایل سیف کردم انتخاب میکنم. این استار پروژکت هستش. خب ببینید مواردی که برای من داره منتقل میکنه لیبل ها هستش، متریال هستش، این نان یونیفرم همون متریالی هستش که یعنی الگویی هستش که واسه اون رنگ دیوار ریتنینگ وال انتخاب شده، و این دیوار 30 سانتی متری بتونی. من اوکی میزنم. شما برای اینکه این کار انجام بدید میتونید یه دونه گروپ اینجا تعریف کنید توی پروژه خودتون، بعد این پروژه رو سیف بگیرید یا گروپ رو سیف بکنید و از توی فایل دیگه همون فایل یا گروپ رو بازیابی بکنید، بازخوانی بکنید. هم شما میتونید فایل رو به صورت گروپ وارد کنید، هم میتونید گروپی که ساختین رو توی پروژه متعدد لود کنید. اگه اینجا رو ملاحظه بفرمایید، چون من لود رو انجام دادم، اگه گروپ رو باز کنید توی بخش مدل اون ریتنینگ وال اینجا هستش و میتونم تو پروژه واردش کنم. از این قسمت شما میتونید لود از گروپ رو انجام بدید. این قسمت مربوط به وارد کردن ویو میتونه باشه. شما میتونید ویوی که پروژه رو وارد کنید از یه پروژه که مثلا به فرض 10 تا 12 تا ویو داره، عین اون 10 تا یا مثلا 2 تا 3 تا انتخابی رو وارد بکنید. همون اول میتونید ست بکنید که به چه صورت این انتقال انجام بشه. میتونید فامیلیتون رو لود بکنید به این شکل. ببینید مثلا من یه فامیلی دانلود کردم تو درایو سی گذاشتم و به این آدرس. مثلا من این ستون معماری میخوام وارد کنم. این لود فامیلی که میزنید آدرس انتخاب میکنید. این فامیلی رو شما میتونید دانلود کنید از اینترنت یا شاید حالا پیش‌فرض تو رویدتون هم نصب باشه یه سری از مواردش. خب اینجا کانورت رو انجام میده و شما میتونید از تب آرکیتکچر، از تب ستون معماری، اون ستونی که وارد کردیم اینجا جایگذاری کنید که به این شکل وارد پروژهتون میشه. خب حالا بحث مهمی که بین لینک و ایمپورت کردن وجود داره. برمیگردم به پلان، به پلان معماری. ببینید من میتونم مثلا یه فایل کدیو به صورت ایمپورت کد وارد کنم. تفاوتش اینه که اگه ایمپورت کنید شما فایلتون رو، این فایل ثابت میمونه توی رویت و قابلیت آپدیت شدن نداره، ولی لینک برخلاف این مسئله هستش که شاید کاربردی تر باشه. من فایل کد انتخاب میکنم
و با تب ایمپورت اینو وارد فایل رویت میکنم. ببینید این فایل اگه فایل نهایی باشه شما میتونید از طریق ایمپورت کار کنید و پروژه رو پیش ببرید، ولی اگه قرار باشه در حالی که شما دارید از این نقشه به عنوان زیر نقشه یا نقشه بیستون استفاده میکنید بخواد تغییر بکنه، بهتره که لینک رو انجام بدید. فایلی هم که ایمپورت میکنید به صورت پیش‌فرض پین شده هستش. میبینید اینجا علامت آنپینش فعاله، یعنی من نمیتونم اینو مووش بکنم. الان ارور میده که نمیتونیم المنت پین شده رو موو بکنیم. و حالا این ارور هم با رنگ نارنجی نشون داد که میتونید از همین تب آپشن اینجا آلرت و رنگش رو تغییر بدید. مثلا اگه من این رنگ نارنجی عوض کنم اون ارور رو با همون رنگی که دلخواه من هست نشون میده. خب من اینو انتخاب میکنم، میتونم از اینجا آپینش کنم و دیلیتش کنم. فایل کدم باز هستش، من فایل رو سری دوم لینکش میکنم، لینک کد رو میزنم و فایل انتخاب میکنم. و مثلا شما میتونید اینجا تنظیم کنید که رنگ به صورت سیاه‌سفید باشه، معکوس باشه یا حفظ بشه، که من انتخاب میکنم حفظ بشه و واحد متر وارد بشه توی لول یکم بشینه و اوپن. این فایل به صورت لینک الان وارد میشه. اگر من تغییراتی توی نقشه کد اعمال کنم میتونم توی رویت تغییرات رو آپدیت کنم و مجبور نباشم باز فایل یه بار دیگه از فایل کد مجددا ایمپورتش کنم. مثلا ببینید من فایل رویت رو باز میکنم، ببخشید فایل کد رو، مثلا یه خط اینجا ترسیم میکنم و سیو انجام میدم. خب فایل رویتو ملاحظه بفرمایید اینجا این خط هنوز اضافه نشده. شما میتونید از تب اینسرت تو قسمت منیج لینک شما فرمتی که انتخاب کردید کد بوده، اگر IFC باشه تو اینجا باید دنبالش بگردید، اگر PDF و ایمیج باشه تو این بخش، و اگر کد باشه خب تو این قسمت میتونید پیداش بکنید. من اینو انتخاب میکنم و میتونم ریلود رو مجددا بزنم. ببین ریلود فرام تفاوتش زمانی که شما این آدرس شما عوض شده باشه، این آدرسیه که پیش‌فرض برای من تو درایو سی تو فولدر تمپ ذخیره شده. اگر من آدرس رو عوض بکنم مجبورم مجددا ریلود فرام رو بزنم و آدرس رو که آپدیت کنم. اگر همون آدرس پیش‌فرض مونده باشه که خب دیگه نیازی نیستش. حالا ببینید اون خطی که من ترسیم کردم و سیو کردم تو اتوکد هنوز اینجا نشون داده نمیشه. کافیه فایل رو انتخاب کنم و ریلود رو بزنم. ببینید اینجا اضافه شد خط. حالا هر تغییری مثلا شما به عنوان نقشه های ایکس رف دارید کار میکنید تو فایل رویتتون و نقشه ایکس رف خب عوض میشن هر روز هر ساعت شاید عوض میشن و نمیتونید همه اینا رو ایمپورت کنید، با این روش میتونید خیلی سریعتر کار آپدیت نقشاتون رو انجام بدید. بخش بعدی هم این قسمت مربوط به لینک رویت هستش که تو بخش جلوتر تو قسمت کلابوریشن و همکاری تیمی تو رویت توضیح میدم خدمتتون. لینک های آی اف سی رو شما میتونید از اینجا انجام بدید، توپوگرافی میتونید لینک کنید و پی دی اف رو میتونید همین کار رو براش انجام بدید لینک کنید و عکس رو. ایمپورت هم که خب طبیعتا میتونید عکس ایمپورت کنید و از اون عکس به عنوان مثلا یه زیر نقشه یا لندسکیپ استفاده بکنید و مثلا کار طراحی سایتتون رو انجام بدید و یا پی دی اف رو وارد کنید.